سلام، تو این ویدیو میخوایم پیشنهاد بدیم که چطور به عنوان یک ایرانی خارج کشور میتونیم به انقلاب 401 کمک کنیم. چون ما تو آلمانیم، از این کشور مثال میزنیم. قبل هر چیز باید یادمون باشه آلمان مهمترین شریک اقتصادی جمهوری اسلامی تو اروپا است. بخش زیادی از آقازاده ها و شرکت هاشون هم توی این کشور لونه کردن. بحران انرژی هم که همیشه هست. علاوه بر این جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری عظیمی در سیاست و رسانه‌های غربی کرده تا این ایده رو بفروشه که مقاومت دموکراتیکی در ایران و بقیه کشورهای خاورمیانه وجود نداره و اگر آخوندا برن نه فقط ایران بلکه بشریت با مشکل مواجه میشه. واقعیت اینه که آلمان نمیتونه با مقام های یک حکومت منقضی دل به دو قلبه بگیره. به همین خاطره که هر زمان جمهوری اسلامی دست به یک ابرجنایت میزنه، آلمان و بقیه کشورهای اروپایی یه سری حرکت نمادین انجام میدن. مثل احضار سفیر و تصویب بسته‌های تحریمی برای ارگان‌ها و افرادی که خارج از کشور هیچ منافعی ندارن. تمام اینها هم طوری طراحی میشن که هیچ صدمه‌ای به سازوکار مالی و رابط جمهوری اسلامی در خارج از کشور نزنه. مثل این میمونه که هر صبح اسم چاقوکش کلاس رو تو لیست بدو بنویسی. ما به این سیاست آلمان میگیم همدستی انتقادی، یعنی از این بر دست تو دستشونه و از اون بر یه قولی هم بزنی. یک الگوی تکرار شونده دیگه هم هست. وقتی مردم ایران با فداکاری‌های بزرگ جمهوری اسلامی رو گوشه ایرین گیر میندازن، برای سیستم سرکوب جمهوری اسلامی دو تا عنصر حیاتی میشه: پول و روحیه. کشورهای غربی از این فرصت استفاده میکنن و قراردادهای رو باهاش میبندن که بسیار به نفعشونه. تو این زمانها جمهوری اسلامی از خواستهاش عقب نشینی میکنه تا زندانیهای وابسته بهش از کشورهای غربی آزاد بشن و روحیه نیروهای سرکوب فرو نریزه، یا خودش گروگانهای دوتابعیتی رو رها میکنه تا هم سطح تنش کاهش پیدا کنه هم پولی هم به جیب بزنه. ما ایرانیهای خارج کشور میتونیم یکی از مسائل انقلاب 401 رو با سیاستها و نیازهای داخلی کشوری که توش ساکنیم پیوند بزنیم. دولت‌های غربی رو وادار کنیم حمایت عملی از جمهوری اسلامی رو متوقف کنن و تلاش کنیم تا نیروهای سیاسی و مردمی جهان به نفع خیزش ایران وارد عمل بشن. مثلا در آلمان وزیر امور خارجه از حزب سبز هست. حزب سبزی که حزب به شدت فمینیستی که بیشتر سبد آرایش و فمینیستا پر می‌کنن. خانم وزیر هم معتقد هست که دستگاه سیاست خارجه رو داره با یک رویکرد فمینیستی اداره می‌کنه. ما در اینجا میتونیم با اتکا به رویکرد فمینیستی که انقلاب در ایران داره و پیوند اون با رویکرد اعضا و رای دهنده‌های حزب سبز، از اونها بخوایم که حمایت عملی از جمهوری اسلامی رو متوقف کنن. به خاطر همین ما یه تحسن یه هفتهی جلوی دفتر مرکزی حزب سبز گذاشتیم و فیلم و ویدیو و مصاحبه و مقاله تولید میکنیم تا زیر فشار نداهای اخلاقی و وجدانهای بیدار رای دهنده ها و اعضای حزب، کادر رده بالا و شخص وزیر وادار بشن سطح روابط رو با جمهوری اسلامی کاهش بدن. این برنامه با توجه به پیوندهای جمهوری اسلامی و آلمان یک گام بلند اما همچنان شدنیه. اگه ما بتونیم تو آلمان موفق بشیم، بلافاصله این حرکت رو در شهرها و کشورهای دیگه اجرا میکنیم و حلقه محاصره رو دور جمهوری اسلامی تنگ و تنگ تر میکنیم. این امکان همیشه وجود داره که در هماهنگی با قوای انقلابی داخل کشور سطح مطالبات رو بالاتر ببریم. شما میتونید این ایده یا ایده های مشابهش رو در شهرها و کشورهای خودتون اجرا کنید. مثلا هر شهری میتونه بسته به جمعیتش حلقه 3 نفره، 5 نفره و 10 نفره بسازه و با ما تماس بگیره. ما میتونیم امکانات و تجربه‌مون رو در اختیارتون بذاریم و از همه مهمتر، مثل یک حلقه اتصال، افراد و ایده های مختلف رو در یک شهر یا حتی یک کشور به هم وصل کنیم. مراکز تحصن میتونن به یک مقر دائمی در هر منطقه تبدیل بشن که به عنوان پلتفرم کنش مشترک دموکراتیک در اختیار همه گروه‌ها و همه افراد قرار بگیره. با ما تماس بگیرید تا تبادل نظر کنیم. شاید بتونید به ما در شناسایی دقیق نقاطی که باید در ساختار سیاسی و رسانه‌ای آلمان یا کشورهای دیگه هدف قرار گرفته بشن کمک کنید. بنویسید، ترجمه کنید، ویدیو یا پوستر بسازید و اگه امکان اومدن به برلین رو دارید حتما به جمع ما در تحصن بپیوندید.